سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه بحثمون تو تابلو. میخوایم این جلسه، شاید جلسه بعدی اگه طول بکشه، راجع به ساختن استوری توی در حقیقت تابلو صحبت کنیم. استوری چیه؟ یه مجموعی از داشبوردها رو میگن استوری، یه چند تا داشبورد کنار هم میشه استوری. اینم که وبسایت دوستمونه و امیدوارم که ازش خرید داشته باشید. بریم سراغ کارمون. این مال جلسه قبله، من اینو میبندم. یه دیتا ست جدید هم باید بهتون بدم. خب این میشه دیتا ستمون. خب که از یکی از این سه تا لینک میتونید راحت دانلود بکنید، میذارم تو توضیحات ویدیو تو یوتیوب لینک ها رو. خب بریم اول شیتمون رو درست کنیم. روی استیت که علامت کره زمین داره دوبار کلیک کنید، یه نقشه کره زمین درست میشه. باز اشتباه چند تا ویدیو قبل منو نکنید، چند بار کلیک کنید، یه بار دبل کلیک کنید کفایت میکنه، سیستمتون هنگ میکنه. خب یه ذره صبر میکنیم تا این بیاد بالا. خب چون یه ذره طول کشید من ویدیو رو پاس کردم. حتما بچه توی مپتون، خب ادیت لوکیشن اینو رو حالت نون حتما باشه. خب یا یونایتد استیت بذارید یا نون بذارید. خب یونایتد استیت بذارید بهتره، چون تعداد آنناناش کمتر میشه. بذارید اینو بکنم یونایتد استیت. بعد این دوتا رو بذارم، این دوتا رو چیز کنم، اکسکلودش بکنم. خب اکسکلود، بعد این هم همچنین اکسکلود، اوکی، که فقط آمریکا بمونه. بعد چیکار میکنم؟ کلونی رو توی کالر میندازم و توی سایز. اوکی، کفایت میکنه. یه ذره سایز رو بزرگتر کنم، اینجوری قشنگ تره. خیلی خوب، بهتر شد. خب یه داشبورد درست کنیم، این شیتر رو بذاریم داخلش. خب همین کفایت میکنه، بذار باشه. یه شیت دیگه درست میکنیم. تو این شیت سال رو میذارم جا، بعد بیکیپرز رو میذارم مثلا اینجا، بعد این بیکیپرز رو توی لیبل هم میذارم، انترویو سورت هم بکنه، اینجا سورت میشه کرد. بعد دیگه یه رنگ هم بذارید بدم بشه اینجوری. یه داشبورد دیگه درست میکنم، این دفعه شیت دوم میارم میذارم داخلش. خب حالا بریم سراغ استوری درست کردن. دو تا داشبورد دارم. این گزینه آخر بچا اینجا رو میزنید، اینو، این برای استوریه. تو این صفحه میاد، هم شیت رو میتونید تو استوری اضافه کنید هم داشبورد، ولی معمولا داشبورد اضافه میکنم. داشبورد اولو میارم اینجا، درگش میکنم اینجا اضافه میشه. خب میتونید بالا تکست بنویسید، میتونید از این هم استفاده کنید. من یه تکست اینجا میذارم، مینویسم مثلا این ایالت کالیفرنیا، مثلا کالیفرنیا is important. خب یه دمه از این رو میذارم، این رو میذارید اینجا. مثلا میتونید بالا یه تکست هم اینجا بذارید، مثلا Again مثلا کالیفرنیا is important. Is مثلا leading state، مثلا ایالت پیشرو. مثلا میتونید ابعاد اینو تغییر بدید، مثلا اینو کوچیک بزرگش کنید. استوری یه قابلیت جذابی داره بچه ها، شما میتونید صفحه اضافه کنید. چجوری؟
من داشبورد شماره دو رو میارم اینجا، نگاه کنم، هم میتونم قبل این اضافه کنم هم بعدش. من میذارم بعدش، نگاه کن اینجا ول میکنم، نگاه کن یه صفحه اضافه شد، میبینید؟ برای اینم یه اسم بذاریم، مثلا میگم که 2013، سال 2013 مثلا was our مثلا successful مثلا year. خب مهم نیست اصلا. این قابلیت جذاب صفحه تو استوری فوق العاده است، یعنی عالیه. بذار من تو شیت دو برم اینو این چیزشو بردارم، سورتشو میخوام بردارم. یه جایی میشد این سورت رو کلیر کرد، بذار ببینم کجا بود. یه جایی میشد سورت رو کلیر کرد، من یادم رفته کجاست. خب این او کشت، خب اینجا او کشت. میبینید بچه های خیلی قابلیت جذاب این استوری. خب مورد بعدی سایز استوریه بچه ها. خب اینو بذارید مثلا روی، مثلا میتونید A4 بذارید، A4 لندسکیپ مثلا. خب برای اینکه این داشبوردتون هم ابعادش اتوماتیک بار تغییر بکنه چیکار میکنید؟ میاد مثلا تو داشبورد یک اینجا سایز رو بذارید روی اتوماتیک. برای این هم همچنین اون وقت اینجا ابعادش اتوماتیک فیکس میشه با همون ابعاد استوری تو. خب اینم از ابعاد. بعد این دوتا دکمه، اگه بخواید مثلا یه صفحه جدید درست بکنید هم میتونید از این گزینه بلانک استفاده کنید، یعنی اینجا من روی این کلیک کنم بلانک رو بزنم بعد این اضافه میشه. خب هم میتونم اینو انتخاب کنم دوپلیکیتش کنم، یعنی میتونید یک دونه رو دوپلیکیت بکنید. پس هم گزینه بلانک دارید هم گزینه دوپلیکیت رو دارید، جفتشو دارید، میتونید استفاده بکنید. یه قابلیت دیگه هم که وجود داره اینه که فرض کنید مثلا میخوام وقتی کاربر من میاد تو این صفحه، خب بذارید یه دونه از این کپی کنم. پس کاربر وقتی میخواد بیاد تو این صفحه سوم، اینو بولدش کنم براش. چیکار میکنم؟ اینو کلیک میکنم روش، انتخابش میکنم، بعد این بالا گزینه سومین یعنی آپدیت رو میزنم، آپدیت شد. حالا نگاه کنید اینجا سلکت شده است. خب یا اینکه مثلا میتونم چیکار کنم، من اینو حذفش کنم، میخوام دیگه یه دونه دابلیکیت نکنم، اینجا اینو انتخاب میکنم، این گزینه آخر رو میزنم سیو از این نیو، نگاه کنید یه دونه جدید درست میکنم که تو این جدیده این سلکت شده است ولی تو این نشده. یعنی اگه خواستید تو یکی از داشبورداتون یه چیزی رو برجسته بکنید، بولد بکنید، میتونید از این روش استفاده کنید. نکته بعدی توی تب لی‌آوت، اینجا میتونید انتخاب کنید بالای صفحه صفحاتتون چه شکلی باشه. الان به این صورت کپشن باکس، میتونه به صورت نامبر باشه، میتونه دات باشه، میتونه ارو باشه. فقط حتی میتونید مثلا انتخاب کنید تو این کپشن تیکو بزنید، ارو رو دیگه نشون نده. این دیگه با خودتون، سلیقه خودتون، هر جور دوست دارید بذارید. من به نظرم این کپشن باکس جذاب‌تر، شما یه اطلاعات اضافه‌ای هم میتونید اون بالا داشته باشید. خب اینم از بحث استوری توی تابلو که فوق‌العاده ابزار قدرتمند و جذابیه که میتونید ازش استفاده بکنید و داستان خودتون رو در رابطه با دیتایی که دارید بیان بکنید. بریم بیام جلسه بعدی، میخوام بریم سراغ مبحث بعدی. این فصل تموم شد.